برادرانی که زد چیزی همراهش من هست، من مسئولیت شرعی دارید، من مسئولیت قانونی دارید، مواظب باشید که کسی نوار چیزی به بیرون نبره. ما رو بجای تک تک عملیاتو بحثیم، بجای تک تکیش برادرهای ما میگن خب اگر اینطور اینا همه حالا جنگیان، پس چرا ما از بیت المقدس به این طرف پیروزی نداشتیم؟ فرمانده فراوونه، میاد میشونه توی قرارگاه توی لنکروزا، چرا یه بار یک کیل نسلی دستش نمیگیره بیاد توی جبهه؟ چرا هر کدوم اینا میرسن و کارایی هم ندارن، بلدم نیستن، میان مسئولیت اصلی رو میگیرن؟ بعد از سردن از فقط تا این ساعت یک چیز رو خالی نکردید، شما به عنوان مسئول آموزشی باشید که مشکل اساسی جنگه. خب ما میدونیم بردر نجات تترش چی هست و تا پای جون غذای وایستادی، این مطمئن باشید در برادران حفاظت اصطلاحات نمی ترسید. آقای نجات، خب آقای منتظری حرفایی که می زنه به ایشون ربطی نداره، تو اصطلاحات اصطلاحات نگیری برای آقای منتظری پرمنده باش کرده همین باند خواهه. خود آقای مصفا، ایشون شده ایدئولوژی اصطفا فعلا، اینا هم گفتن بعد از امام آقای مصفا رو برای انقلاب حضرت آیت الله العظمى منتظری فرمودن کودتای خزنده در سپاه در جریانه و این کودتای خزنده است که مسائل ما رو به اینجا کشونده. با گذشت چند دهه از جنگ ایران و عراق، هنوز اطلاعات مرتبط با مقاطع مهمی از جنگ از آرشیوهای محرمانه خارج نشده. پاییز 1363 از جمله همین مقاطع که به دنبال ناکامی پرتلفات عملیات خیبر در رسیدن به اهدافش، اعتراضات طیفی از اعضا و فرماندهان سپاه به مدیریت جنگ اوج می‌گیرد. معترضان معتقدند که با توجه به عملکرد فرمانده گل و مدیران ارشد سپاه پاسداران، پیروزی در جنگ ممکن نیست. اونها دل مشغولی های سیاسی مدیران رو از جمله موانع اصلی در مقابل مدیریت کارآمد جنگ می‌دونند. یکی از جلسات مهمی که در اون فرماندهی جنگ مورد انتقاد سپاهیان ناراضی قرار میگیره، 5 آذر 63 و در مقر سپاه تهران برگزار میشه که در اون زمان حوالی تقاطع خیابان‌های فلسطین و پاستور بوده. در دهه‌های اخیر رسانه‌های حکومتی ایران روایت‌های پراکنده و به شدت تحریف شده‌ای رو از اون جلسه تاریخی منتشر کردند. طبیعتاً از انتشار گزارش واقعی نشست هم در تمام این مدت جلوگیری شده. چندی پیش اما نواری حدوداً 3 ساعته به دست من رسید که از داخل جلسه معروف آذر 63 ضبط شده بود. این نوار حاوی اطلاعاتی دست اول از مخالفت‌های داخل سپاه با مدیریت جنگه و در نتیجه ارزش تاریخی زیادی داره. به ویژه از این جهت که موضوعات مورد اشاره معترضان ریشه بعضی از وقایع کلیدی سالها و دهه‌های بعد رو نشون میدن. بازخوانی وقایع پاییز 63 در واقع حکایت از اون داره که برخلاف تبلیغات رسمی در داخل سپاه اعتراضات بسیار شدیدی نسبت به مدیریت جنگ وجود داشته. اعتراضاتی که بسیاری از اونها کم و بیش همون چیزهایی بودن که منتقدان جنگ در خارج از حکومت میگفتن. البته با این تفاوت که سپاهیان معترض در اون مقطع رو نمیشه منتقد جمهوری اسلامی یا مثلا منتقد برخوردهای حکومت با مخالفانش دونست، چون اونها به طور مشخص صرفا در مورد سرنوشت جنگ و سپاه پاسداران دغدغه داشتن. در ابتدای جلسه 5 آذر، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه به دفاع از انتصاب حسین دهقان و پاسخگویی به سپاهیانی می‌پردازه که دهقان رو فرد مناسبی برای فرماندهی سپاه مرکز نمی‌دونن. حسین دهقان که بعدها وزیر دفاع دولت 11 میشه، در آذر ماه 63 به فرماندهی سپاه مرکز میرسه. به تدریج اما کنترل جلسه از دست آقای رضایی خارج میشه. شما میخواید که سوال و جواب بشه یا میخواید مسئله درست کنه؟ بعد از مدت تمام جوابایی که شما میدید ناقصه. خیلی هاشم اشتباهه. همیشه هم قضیه همینطوری بوده. یعنی شما اومدید یه مقداری مسائل رو مطرح کردید بدون اینکه، یعنی برادرات نمیدن سخنرانی بودید.
اومدن پاسخ سوالاشون بگیرن. شما اجازه میدید یه مقداری بچه‌ها صحبت کنن راجع به کلیات، بعد اون مسائل اصلی مطرح میشه. به ما وقت بدید ما بیایم اصل مطالب رو مطرح کنیم. 10 دقیقه به ما وقت بدید و شما جواب بدید. کسی که با محسن رضایی مخالفت میکنه، حسن بهمنی، معاون وقت طرح و عملیات سپاه تهران و مسئول عملیات تیپ 10 سیدالشهدا است که البته بعدها به لشکر تبدیل میشه. در اون زمان تیپ 10 سیدالشهدا بعد از لشکر 27 محمد رسول الله که به تازگی از تیپ به لشکر ارتقا یافته، دومین واحد رزمی بزرگ سپاه در تهران به حساب میاد. اصل قضیه اینه که همین الان برادر محسن رضایی همه میدونن که ایشون قبل از اینکه به عنوان فرمانده کل سپاه منصوب بشن از مسائل نظامی اطلاع نداشتن. بعد از اینم که منصوب شدن توی قرارگاه ها نشستن با دستیارانشون، کسایی هم که توی قرارگاه ها میشینن چیزی یاد نمیگیرن. بچه هایی هم که مثل حاج علی موحد، حاج احمد متوسلیان تو دل خونه آتیشون چیزایی که باید یاد بگیرن منزوی میشن. اصل قضیه و مشکلات ما در اینجا نهفته است که فرماندهی ما اون طوری که باید و شاید نمیتونه در جنگ کار بکنه. احمد متوسلیان که حسن بهمنی ازش تجلیل میکنه، فرمانده تیپ 27 محمد رسول الله تهران قبل از تبدیلش به لشکره که منتقد مدیریت سپاه بوده. متوسلیان پس از حمله 16 خرداد 61 اسرائیلی ها به لبنان برای مقابله با اونها به سوریه فرستاده میشه که به روبوده شدنش به دست شبه نظامیان لبنانی متحد اسرائیل میانجامه. حاج علی موحد، در واقع علی موحد دانش، فرمانده سابق تیپ 10 سیدالشهدا است. او تا زمان کشته شدن در جبهه، یعنی 13 مرداد 61، از منتقدان فرماندهی سپاه محسوب میشه. فرمانده بعدی تیپ 10 سیدالشهدا کاظم نجفی رستگاره که او هم مدتی بعد از عملیات خیبر در انتقاد به وضعیت فرماندهی جنگ از سمت خودش کنارگیری میکنه. در جریان اعتراضات آذر 63 فرمانده تیپ 10 محمد خزائیه، ولی رستگار کماکان بین معترضان نفوذ زیادی داره. ما اولین مسئله که مطرح میکنیم از برادر مسلم میخوایم جواب بده اینه که ما در هنگام زد و خورد، یعنی وقتی که عملیات شروع میشه، جنگ شروع میشه، نیروها همینطوری با امید خدا رها میشن و اصلا ما در صحنه عملیات فرماندهی نداریم، وحدت فرماندهی نیست، تمرکز فرماندهی نیست، با تاکتیک های دشمن مقابله نمیشه، همینجوری یه مشتی رو وسط ول میشن. دشمنم با کارشناس های نظامی که داره، با کارهایی که بلده، تمام نیروها رو قیچی میکنه، منهدم میکنه، اسیر میگیره و اونجا فکر دوتا فرمانده است، لیاقت و کارایی دوتا فرمانده است که اول با هم میجنگه و بعد آخرین و بعد نیروها و امکاناتشون با هم میجنگن و ما این فرماندهی رو در مسئله تشکیلات نظامیمون نداریم و همه مشکلات ما ناشی از این مسئله. حالا ما میخوایم از برادر محسن در پاسخ به انتقادات، محسن رضایی شخص آیت الله خمینی رو طرف حساب منتقدان میدونه. این در حالیه که فرمانده سپاه به تازگی به آقای خمینی وعده پیروزی در جنگ در سال 65 رو داده. هاشمی رفسنجانی در خاطرات 13 مرداد 63 به نقل از احمد خمینی میگه محسن رضایی در نامه‌ای به رهبر وقت نوشته اگر مهلت بدهید 2 ساله جنگ را با پیروزی تمام میکنیم. این نوع سوالات اصلا متعلق به ما نیست، متعلق به حضرت امام است که و مسئولین کشور، که اگر کسی از برادرها به عنوانی که میخواد خدمت بکنه برای اسلام مسئله‌ای در نسبت به یک مسئولی، به یک فرماندهی و باید به فرمانده بالاترش مراجعه بکنن و مسائل مستدل بگن و صحبت بکنن. البته این کار انجام شده و ما از تمام نامه هم الحمدلله باخبر شدیم. حالا البته بعضی برادرها ابتدا احتیاط کردن، اسامی که زیر نامه ها بود برداشتن و این نامه ها رو به ما دادن و خوندیم و الحمدلله یکی از این نامه ها یک نامه 90 صفحه‌ای اومدن یک سری اصولی از جنگ رو دوستر هم گذاشتن، اصل غافلگیری، اصل فلان، اصل فلان، بهمان، بعد نتیجه این که تلفات دادیم فلان بوده، بهمان بوده، بهمان بوده، فرماندهی باید عوض بشه. این که نشون نتیجه فرماندهی اداره کننده جنگ که خب یه قسمت استفاد، حالا فرماندهی اداره کننده جنگ و مثلا در خیبر آقای هاشمی بودن،
بیان بگن آقا اینا مثلا نمیتونن، اینا فلان نمیکنن. آخه این که شعار شد که شما که میگید تد ضعیفه، شما که میگید سسته، طرحتون برای ادامه جنگ چیه؟ ما امام به ما تکلیف کرده و افتخارم میکنیم که در این تکلیف باقی هستیم و چند بارم خدمت امام رفتیم و از ایشون خواستیم، اما امام محکم فرموده که من به شما میگم که بمونید. نامه 90 صفحه‌ای مورد اشاره محسن رضایی نوشته جمعی از چهره‌های سپاه و مشخصاً فرماندهان تیپ دهه سید و شهداست که بعد از ناکامی عملیات خیبر برای انعکاس نگرانی‌هاشون به مسئولان ارشد مصمم شدن. منتقدان فرماندهی سپاه ابتدا به دیدن احمد خمینی میرن تا زمینه ملاقات اونا رو با آیت الله خمینی فراهم کنه. اما احمد میگه ملاحظات خودشون رو با آیت الله منتظری در میون بذارن. آقای منتظری از معترضان میخواد انتقاداتشون رو در متنی مکتوب کنن که همین کار رو در قالب نامه‌ای 90 صفحه‌ای انجام میدن. اونا نامه‌شون رو به مسئولان مختلف و از جمله هاشمی رفسنجانی فرمانده جنگ میرسونن. هاشمی نامه رو با حذف اسامی امضا کنندگان در اختیار فرماندهی کل سپاه قرار میده. حذف اسامی ظاهراً برای محافظت معترضان از برخوردهای بعدی صورت میگیره. هرچند اونها ترجیح میدن با هویت مشخص اعتراض کنن. با شعار اینکه توکل برای پیروزی کافی است، شدیداً تدبیر و تعقل را از صحنه بیرون کردند. به دلیل اینکه جواب تبلیغات خارجیان را میدهیم و برای حفظ روحیه مردم، دروغ‌های بزرگی را در رده‌های مختلف اجرایی میگویند که نه تنها نتیجه عکس میدهد، بلکه مردم را گیج کرده و در ذهن آنها سوال ایجاد میکند. تفکر مسئولان اجرایی عمدتاً یک بعدی و بیشتر معطوف به عملیات ساده نظامی است تا عملیات پیچیده و همه جانبه سیاسی اقتصادی نظامی. قوه قضاییه در جنگ فعالیت اصولی و مستمر ندارد. به همین دلیل ضعیفان حسابرسی دقیق می شوند، اما فرماندهان رده بالا حسابرسی نمی شوند و به تخلفات احزاب و سازمانها در جنگ رسیدگی نمی گردند. سپاهیان معترض در ادامه با تأکید بر اینکه فرماندهان برای توجیه نارسایی‌ها و ضعف‌های خودشون از آیت الله خمینی خرج می‌کنن، می‌نویسن در جمهوری اسلامی مانند قارچ از زمین انواع قرارگاه به بهانه اداره جنگ سبز می‌شوند. تبع قرارگاه مملکت را تسخیر نموده و برای انجام هر کاری قرارگاه احداث می‌کنند. اطاعت بیچون و چرا از فرمانده و شورای عالی در همه زمینه‌ها خط مشی کلی سپاه است که توسط فرماندهی دنبال می‌گردد. مسئولان و فرمانده کل سپاه از هر طریق کوشش می‌کنند ولایت خود را اثبات کنند. هر کس ولایت فرمانده کل سپاه را قبول نداشته باشد، منزوی و سرکوب می‌شود. نویسندگان در پایان نتیجه می‌گیرند که هر چه سریع‌تر باید فرمانده و وزیر سپاه تعویض شوند، زیرا خودشان عامل اصلی ضعف ها و نارسایی ها هستند. لازم به یادآوری که از آبان 61 تا شهریور 68 در تشکیلات حکومتی ایران مسئولی تحت عنوان وزیر سپاه وجود داشت که در سال 63 محسن رفیق دوست بود. او مسئول لوجستیک سپاه و قدرتمندترین مقام این نیرو پس از فرمانده کل محسوب می شد. در ادامه جلسه 5 آذر، یکی از حاضران که نمیدونیم کیه، فرماندهان ارشد سپاه رو در شکست‌های پیاپی ایران در خاک عراق مقصر میدونه و میون او و محسن رضایی بحثی در میگیره. بعد از عملیات فرمانده همین اشخاص بود. بعد از بیت المقدس. بعد از بیت المقدس. بعد از بیت المقدس فرمانده بیروت ها همینا فرمانده بودن. ما رو به تک تک عملیات بحث. واجو تک تک. برادرای ما میگن خب اگر اینطور اینا همه حالا جنگیان، پس چرا ما از بیت المقدس به این طرف پیروزی نداشتیم؟ مردم دنیا و نظامیای دنیا میدونن که این خطی که داره تر میشه که ما تا موشک دراگون، تا آموزشگاه قدیم گردانی، تا آموزشگاه قدیم تیفی نداشته باشیم، نباید جنگید و نباید دست به این کارا زد و تا زمانی که کارهای زیربنایی انجام نشه نباید جنگو ادامه داد. خب این نشون میده که یعنی جنگ باید تعطیل بشه حداقل برای 4 سال دیگه، برای 5 سال دیگه. همون مسئولیت آموزش نظامی با شما هست، فقط ما جنگ کنیم. بعد از سرقت به گفته تمام برای آموزش نظامی، هر فقط تا این ساعت یک میتونست رو خواهی نکردی. شما به عنوان مسئول آموزش نظامی باشید که ملک اساسی جنگه. الان ما چقدر تربیت کردیم فرمان سوزان، راکی، چون جنگ نگه داشت. چون جنگ آقای سرقت با شما دوستن عرقیدان من نمیدونم.
اینقدر ما فرمانده های نظامی خوب داریم، آموزش نظامی خوب داریم، شما اینا قبول بکار نگرفتید. یک دومی، شما بهترین نفراتی که دست پا بودن و با خود شما هم رنج بودن، شما رو باشید کنار جابه کریمی که ها میگید اگر خلاف کرده به دادگاه خلاف نکرده، شما کمکاری کردید برای حسین علی شاهده، بعد از رحیم شاهده، بعد از رشید شاهده. خب حالا تمام شد. در این صحبت‌ها برادر ذوالقدر که به عنوان مسئول آموزش سپاه مورد اشاره قرار می‌گیره، محمد باقر ذوالقدر که بعد از جنگ به ریاست ستاد مشترک و جانشینی فرمانده کل سپاه می‌رسه. حسین علایی رئیس ستاد قرارگاه کربلا است، مهمترین قرارگاه جبهه جنوب پیش از تشکیل قرارگاه خاتم الانبیا که بعداً نخستین فرمانده نیروی دریایی سپاه میشه. برادر رحیم یحیی رحیم صفویه که بعداً فرمانده نیروی زمینی سپاه و بعد از محسن رضایی فرمانده کل سپاه میشه. برادر رشید معاون وقت عملیات سپاه و فرمانده فعلی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا است. داوود کریمی هم فرمانده ستاد عملیات جنوب در اوایل جنگ و فرمانده قبلی سپاه تهرانه که در این سمت مؤسس تیپ‌های 27 محمد رسول الله و 10 سیدالشهدا محسوب میشه. هرچند به علت اختلافاتش با مدیران ارشد سپاه در زمان برگزاری جلسه به حاشیه رانده شده. بعد از این بحث به جهتگیری سیاسی مدیران ارشد سپاه کشیده میشه و صدای اکبر گنجی میاد که در اون زمان عضو واحد عقیدتی سیاسی سپاه تهرانه. تمام اینا الان بر سپاه حاکمیت دارن. آقای ذوالقدر، آقای حسین زیبایی اسم مستعارش نجات همین چند روز پیش برادر محسن ایشونو به عنوان مسئول 6000 به امام معرفی کردن، امام قبول نکردن. قبل از این برادر محسن از سازمان مجاهدین میخوان که برادر ذوالقدر بفرستن تو سپاه، سازمان قبول نمیکنه. آقای راستی به سازمان حکم میکنه که آقای ذوالقدر باید بره تو سپاه، برادر ذوالقدر رو میفرستن سپاه، ایشون میشه معاون آموزش کل سپاه. همراه این جریان یک جریان خاص فکری وارد سپاه شد. منظور از سازمان مجاهدین، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامیه که در اون زمان از دو جناح چپ و راست تشکیل میشد و محسن رضایی به جناح راست منتسب بود. منظور از آقای راستی، حسین راستی کاشانی نماینده آیت الله خمینی در این سازمان و عضو بانفوذ جامعه مدرسین حوزه علمیه قمه. حسین زیبایی هم حسین زیبایی نژاد یا حسین نجاته که به همراه ذوالقدر از چهره‌های اصلی جناح راست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستند. حسین نجات در زمان جنگ تا مسئولیت حفاظت اطلاعات قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و پس از جنگ تا معاونت سازمان اطلاعات سپاه پیش میره. گنجی در ادامه صحبتاش به حسین طائب رئیس فعلی سازمان اطلاعات سپاه هم اشاره میکنه که در اون مقطع مسئولیت دانشکده تربیت مربی سپاه در قم رو بر عهده داره. مسئول دانشکده سپاه آقای طائب ایشون واجد کرده و بچه دانشگاه اتفاق بستن بعد کلاس های آقای راستی هفته یه بار بود برن. بعد این چشوری بودش؟ بعد شب آقای راستی سر کلاس بودیم میگفتش که مجلس در جهل مرکب مجلس رو دریابید. آقای طاهر صبح میامد بلغور میکرد تو سپاه، میگفتش مجلس در جهل مرکب مجلس رو دریابید. این با آقای بود که وقت پا گذر یه رفعه دیدیم شروع شد. آقای مطبا که ایشون هنوزم صراحتن میگه افکار متحری مارکسیستیه، ده چونشونی حرف زده. تو نوار آقای راستی میگه ما اگر بهشتی در مقابل بنی صدر داریم دفاع میکنیم، داریم دفع افتاد و فاسد میکنیم. این نوارش موجوده، این تفکرات وارد سپاه شد. این آمده تشکیلات تو سپاه حاکم کردن، هر بچهی که اومد حرف بزنه باباش داره بودن، یک جهل فکری بر سپاه حاکم کردن. گوینده سپس درباره نفوذ تدریجی محمد تقی مصباح یزدی در سپاه و فعالیت‌های مؤسسه منتسب به او یعنی در راه حق هشدار میده. در اون زمان کسی آقای مصباح رو در عرصه سیاست جدی نمیگیره، ولی بعدها از نظریه پردازان کلیدی دوران رهبری آقای خامنه‌ای میشه. خود آقای مصباح ایشون شده ایدئولوژ سپاه فعلا. در همون زمان که اینا اومدن تو اون مرکز تحقیقات از اینا سوال میشد، آقا طلبای مؤسسه در راه یفا بودن مرکز تحقیقات، اینا سوال میشد استاد شما کیه؟ تعابیری که راجبه آقای مصباح به کار میبردن همون تعابیریه که بچه ازبالی ها راجبه شخص امام به کار میبرن. اینا میبردن بعد از امام آقای مصباح رهبر انقلابه. بعد از مدتی محسن رضایی که تحت فشار حاضران قرار گرفته پیشنهاد میکنه که کمیته 4 نفره با حضور خودش، اکبر هاشمی رفسنجانی، آقای منتظری و فضل‌الله محلاتی نماینده آقای خمینی در سپاه تشکیل بشه تا به انتقاداتی که مطرح شده رسیدگی کنن
که البته در عمل چنین اتفاقی نمیفته. در میانه صحبت‌های رضایی اما فضا به هم می‌ریزه. از بین جمعیت کسانی فریاد می‌زنن حسن بهمنی حرف بزنه و صدای حسین دهقان میاد که سعی می‌کنه جلسه رو مدیریت کنه. بله بنشین، اگر برادر اون بهمنی اینطور که عنوان میشه نمایندگی کل ازدان رو در تحریم مسئله اجازه بدید اگر ایشون نمایندگی کل ازدان بدارن برای اینجا صحبت کنم، 10 دقیقه ایشون صحبتشون رو میکنم به عنوان کل ازدان دیگه، بعد اون سال یاد داده نخواهد شد. برادرها مسئله یه فرمانده با فرماندهی جداست. در سپاه در محور جنگ ما فرماندهی نداریم، فرمانده فراوونه، میاد میشونه توی قرارگاه توی لنکروزا، اما وقتی عملیات شروع میشه نیروی بسیج نیروی عمل کننده به امید خدا رهاست اونجا هر بلایی به سرش میارن میاره. دومی که برادرها ستاد حاصل نوابغ سردارای نظامی جهان، متفکران و کارشناسای طول تاریخ بشره، حاصل زحمات جمع رو ستادها آماده میکنن در اختیار فرماندهی میذارن به جنگ. تمام ستادهای ما در مملکت بیکاره، کنفیکونه. خودتونی ستاد منطقه 10 قلب مملکت 10 میلیون جمعیت داره، الان چند وقت این ستادها تعطیله و راکده؟ آقای مبلغ کجا آرپیجی زده، کجا جنگیده، کجا میدونه اصلا تیر از سر تفنگ در میاد یا تای تفنگ که بتونه یه دونه منطقه 10 میلیونی رو که میتونه حداقل یه دونه ارتش داشته باشه توی جنگ مستقیما خودش یه دونه قوه داشته باشه، الان کارش رسیده به یه دونه تیپ سید و شهدا و یه 20 رمضان و یه دونه لشکر که همشون هم مجموعا 4-5 تا گردان بیشتر نداره. انتقاد حسن بهمنی از آقای مبلغ در واقع متوجه مهدی مبلغ فرمانده سابق سپاه تهرانه. مبلغ بعدها در زمان دولت نهم به معاونت وزیر دفاع میرسه. برادرای مثل ذوالقعد چرا؟ بله ما که نگفتیم که اینا کار نکنن اگر تو حزب و گروهی نباشن، باید هم کار بکنن، اما چرا در مسئولیت ستاد، معاونت ستاد، آموزش نظامی، چرا یه بار یکی یه نسله دستش نمیگیره بیاد توی جبهه؟ چرا هر کدوم اینا میرسن و کارایی هم ندارن، بلدم نیستن، نمیدونن مسائل، میان مسئولیت اصلی رو میگیرن و در نتیجه شما میبینید که ستاد اصلی سپاه از نظر کیفیت و قدرتش فاجعه آوره. وقتی یه برادری رو از جهاد برداشتی آوردی گذاشتی سر کل ستاد سپاهی که ارتش 20 میلیونیش رو میخواد سازماندهی کنه، وقتی یه برادری مثل افشار آوردی گذاشتی سر ستاد سپاه که نمیدونه مسائل جنگ چیه، هیچ کدوم از این کارا رو هم نمیتونی انجام بدیم. در نتیجه چی میشه؟ قرارگاه ها میشه کاغذی، سازماندهی میشه کاغذی. انتقاد گوینده در این بخش متوجه علیرضا افشاره که از جهاد سازندگی به سپاه پاسداران اومده و رئیس ستاد مرکزی سپاه شده. افشار تا اواخر جنگ در همین سمت باقی میمونه و بعد از جنگ به مدت 8 سال فرماندهی نیروی مقاومت بسیج رو بر عهده میگیره. بهمنی سپس با گلایه از بی‌توجهی مدیران ارشد به انتقادها به علی شمخانی جانشین وقت فرمانده سپاه هم اشارات تندی داره. هر کی اومده طرح داشته پیشنهاد داشته، ما اصلا کی رو ما رو راه میدادن با برادر رضایی هم چی موقعیتی پیش بیاد ما باهاش صحبت کنیم؟ اصلا کسی رو قابل آدم میدونستن که برادرمون میگه بیان مسائل با من مطرح میکنن یا طرح و فلان؟ من یه تعدادی از بچه‌ها باقی مانده یه پادگانیم که 2000 تا شهید و زخمی هم مفقود عزیز داره، از روز اول فقط زدن تو سر ما همین کی به ما فرصت دادین طرح بدین. حاج احمد متوسلیان شاهداش هستن و زندن، وقتی اونجا اسیر شد این مالک اشتر زمان بود توی مسائل نظامی. وقتی اونجا اسیر شد آقای شمخانی گفته بود که یه دندون کرمی بود، کندیمش انداختیمش دور. ببینید کار تا کجا پیش رفت که حضرت آیت الله العظمى منتظری فرمودن کودتای خزنده در سپاه در جریانه و فرمودن شیوه های که حزب الله یعنی خرکی، این جمله حضرت ایشونه که فرمودن حزب الله یعنی خرکی در مورد شیوه های جنگ. اصطلاح شیوه های خرکی رو آقای منتظری در انتقاد از عملیات خیبر به کار برده. با قفل شدن این عملیات محمد ابراهیم همت که بعد از متوسلیان فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله شده
در گفتگویی با کاظم رستگار از بی‌توجهی مدیران سیاسی و نظامی به واقعیت‌های صحنه نبرد شکایت می‌کنه. بالایی‌ها تصور می‌کنن کوتاهی می‌کنم و توقع دارن بعد از 5-6 بار شکست خوردن کماکان ادامه بدهم. در حالی که شدنی نیست. من باید بچه‌ها را از روی بدن شهدای شب قبل حرکت بدهم. این طرف هم پایینی‌ها فکر می‌کنند من مطالب را به بالا منتقل نمی‌کنم و گردان را برای یک هدف دست نیافتنی هزینه می‌کنم. دیگر خسته شدم. عملیات خیبر که در تاریخ اسلام همت در میانه عملیات از محمد رضا دستواره فرمانده تیپ ابوذر لشکر 27 می‌خواد پهلوی اکبر هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی بره و عملی نبودن دستورات مدیران جنگ رو توضیح بده. ولی هاشمی با تأکید بر اینکه هر چقدر هم کشته بدن باید عملیات ادامه پیدا کنه میگه اسلام را به خفت نیندازید، بلند شوید بروید، توکل کنید، انشاءالله راه باز میشود. در جریان خیبر محمد ابراهیم همت و حمید باکری جانشین فرمانده لشکر 31 عاشورا کشته میشن و اگرچه ایران جزایر مجنون رو تصرف میکنه ولی به هدف اصلی عملیات یعنی قطع ارتباط بصره با بقیه عراق نمیرسه. عملیات خیبر بر روابط آیت الله منتظری با فرماندهی سپاه تأثیر جدی میگذره. در خاطرات 13 اردیبهشت 63 هاشمی رفسنجانی اومده عصر آقای محسن رفیق دوست تلفنی از من خواست با آقای منتظری تلفن کنم که آقای محسن رضایی را که به قم میرود بپذیرند. آقای منتظری مدتی است با فرماندهان سپاه روابط خوبی ندارند. خود آیت الله منتظری بعداً در نامه با آیت الله خمینی به تاریخ 16 مهر 64 اینطور می‌نویسه: اگر مرجعی قاطع برای بررسی خطاها و ضعف‌ها و تقصیرات منجر به شکست‌های پی در پی در 2 سال اخیر در جبهه‌ها وجود داشت و برای جان هزاران جوان که مفت و در اثر بی‌احتیاطی‌ها از دست می‌روند ارزش قائل بودیم، اوضاع جنگ و جبهه‌ها بهتر از حال بود. به هر ترتیب در جلسه 5 آذر 63 به دنبال حسن بهمنی منصور کوچک محسنی صحبت می‌کنه که بعد از روبوده شدن احمد متوسلیان دومین فرمانده نیروهای سپاه در سوریه بوده. او در قسمتی از صحبتاش با اشاره به اعتراض بهمنی به دندان کرم خورده توصیف شدن متوسلیان میگه این صحبتی که برادر بهمنی کردن، من خودم تو جلسه بودم راجع به حاج احمد متوسلیان که این برخورد شد. البته بعدم اون مسئله آمریکایی پیش اومد که اومد و تهران آزاد شد، بعد نقل قول کردن که حضرت امام گفته نباید اینو میآوردین تهران. خب شما بدون اجازه ما آوردین تهران. امام گفته بود که اینجوری، حالا نقل قول شد دیگه، من که خودم نرفتم. اینو برید دست خود اونا، شما دخالت نکنید تو قضیه، برید دست خود لبنانیا. بعد اینکه اومده اینجا دادینش به سوریه، بعد نیام چند تا افسر سوریه هم آزاد شده، لاغر جزء این لیست حاج احمد هم اضافه میکردید، حاج احمد هم میگرفتید. کوچک محسنی در این قسمت در واقع با اشاره به روایش 28 تیر 61 دیوید داج رئیس دانشگاه آمریکایی بیروت میگه او بعد از روبوده شدن به تهران انتقال یافته. آقای کوچک محسنی بعدها در مصاحبه‌ای به تاریخ 17 تیر 91 روایت میکنه که مدتی بعد از روبوده شدن احمد متوسلیان در لبنان، عده‌ای از نیروهای شیعه لبنانی رفتن و دیوید داج آمریکایی را به گروگان گرفتند و حرفشان این بود که این گروگان باید با حاج احمد متوسلیان معاوضه شود. منصور کوچک محسنی اما در نوار آذر 63 از این انتقاد داره که داج بعداً با میانجیگری سوریه آزاد شده بدون اون که آزادیش رو مشروط به تعیین تکلیف متوسلیان کنن. او در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خودش به عملکرد مدیران اطلاعاتی سپاه می‌پردازه. یه مطلب دیگه، این برادران حفاظت اطلاعات هستن. اگر انقدر که رو بچه حزب الله اینا کار می‌کنن که از خود هم حفاظت اطلاعات ما شاهد داریم که رو کیا دارن کار میکنن، اون منافق این کار میکردن خیلی از عملیات های ما تو جبهه لو نمیرفت. وقتی خود مسئول عملیات قرارگاه حمزه نوارش از ویدوش هست میگه که طرح عملیات ورفرج 2 که صورت جلسه شده بود، صورت جلسه که قرارگاه حمزه امضا کرده تو پادگان ها جبران گرفتیم، حفاظت باید بر اونو بررسی کنه. که خود من اونجا بودم تا 6-7 موش قرارگاه حمزه بودم، بارها اینو گفتم چی شد آقای؟ یا بگید نتونستیم پیگیری کنیم. خب یه جواب بدید به ما. این حرفی که شما زدید من مسئله دار شدم. چجوری آخه قرارگاه حمزه چیزی امضا کرده رفته اونجا؟ در صحبت‌های کوچک محسنی
همچنین حسین زیبایی نژاد یا همون حسین نجات به عنوان یکی از عوامل اصلی برخورد با اعضای منتقد سپاه مورد انتقاد قرار میگیره. به علاوه از اظهارات آیت الله منتظری در جلسه‌ای با حضور فضل‌الله محلاتی نماینده رهبری در سپاه یاد میشه با موضوع هشدار در خصوص وقوع کودتای خزنده در سپاه. البته خب ما میدونیم برادر نجات فکرش چی هست و چه برخوردهایی کرد و از صحبتهای تو جلسه خودشون هم شده ما خبر داریم چه برخوردهایی با بچه‌ها میخواسته بکنه. حالا تا پای جون خزنده وایستادی این مطمئن باشی در برادران حفاظت اطلاعات یه تعدادشون رو مرز میکنن. نمیترسی این که شب بیان حالا بریزن خونه حسن تقی نقی این مطلب رو حل نمیکنه. حضرت آیت الله اعظم منتظری فرمودن در سپاه و بازار و آموزش پرورش کودتای خزنده در حال انجامه. در این کودتا خزنده توضیحاتش این بود و هیچ کسی نمیتونه بگه آقای منتظری بدون آگاهی به مطلب این حرف زدن. تو نوارشون هست، نواری که آقای محلاتی اینا رفت خدمتشون گفته، گفته این خطره، این از من اسرای بی مورد منزوی کردن نیرو خطر برای این سپاه، که خلاصه شد توی جمعی گفته بودن کودتای خزنده در سپاه و این کودتای خزنده است که مسائل ما رو به اینجا کشونده. با نزدیک شدن جلسه به پایان محسن رضایی تلاش میکنه در فضای متشنج به انتقادات پاسخ بده و در میان بحث بعضی از حاضران با رضایی بالا میگیره. به همه این مرد بمی برده الان بعد از اون احتمالا یک سری از نماینده حزب اللهی سوال دن از بعد محسن همه مسئله شده، همه سوال هم دارن متوجه جمعه را میکنن. هیچ مسئله از صبح تا حالا خود وکیلی جوابی نمیده. من اینو به صورت جدی و به صورت قاطعانه به همه برادران عرض میکنم، ما به هیچ قیمتی، شخص من به هیچ قیمتی با آیت الله منتظری نه درگیر خواهم شد و نه درگیر بودم و همیشه قدم های ایشون رو خواهم بوسید. و اگر این احساساتی که شما به خرج بدید منظورتون این باشه که ما را به مقابله بکشونید بسیار کور خوندید. ما اهل این حرفا نیستیم و به هیچ وجه این کارو نخواهیم کرد. آقای نجات با فقای منتظری این حرفایی که میزنه به ایشون ربطی نداره. تو اطلاعات اطلاعات مرکزی برای آقای منتظری فرمانده رو کرده بودن همین باند خواهه. اگه بخواییم مسئله حل بشه برادرها باید ساکت باشن. اگه زادی برادرها ما ادعامون اینه که مظلوم واقع شدیم. اگه برنامه رو یه جور بکنیم که بعدا بگن شورش شده و فلان شده و بیسار شده مظلوم نوایی میشه به ضرر ما میشه. من خودم به شخص خودم معتقدم هر کی بخواد برنامه رو بیاد بریزه از جای دیگه برنامه ریزی شده. برادرها ساکت باشن. سوال میکنم مردم محترم جواب بده. ما برنامه دیگه نداریم، نه کاری نکنیم برادر. بعدن برنامه مظلوم نوایی میشه به ضرر ما میشه. خدای نکرده اگه کسی بخواد اینجوری بکنه برادر اینو بده 100% به ضرر ما. وسط صحبتش هم هیچکی نپره، کسی هم واسه صحبتای ما نمیپره، ولی کاری نکنیم مظلوم نمایی بشه. بعدم میرن اینجا جور دیگه برنامه رو گزارش میدن. خیلی ممنون. ما امروزه نه به خاطر اینکه شما این جلسه زیارت کردید اینجا دارید بلند بلند حرف میزنید، بلکه به خاطر اینکه اعتقاد قلبی من دارم که بعد از حضرت امام تنها کسی که میتونه رهبری انقلاب رو به صورت قاطع انقلابی اسلامی و مکتبی در دست داشته باشه آیت الله منتظری. این تکبیر بگید. این جملات آقای رضایی آخرین صحبتاش در جلسه هستند که مدت کوتاهی بعد از اون نوار تموم میشه. اگرچه مشخص نیست فردی که در اواخر جلسه فریاد میزنه حسین نجات و همفکرانش دارن برای آیت الله منتظری پرونده سازی میکنن کیه، ولی چیزی که در موردش هشدار میده در عمل محقق میشه. در واقع روند پرونده سازی برای آقای منتظری و تصفیه حامیانش از همون دوره به تدریج شدت میگیره. به علاوه با وجود لحن مسالمت‌جوی محسن رضایی در جلسه 5 آذر، او و نزدیکانش بلافاصله پس از جلسه زمین سازی برای برخورد با منتقدان رو شروع می‌کنند. هاشمی رفسنجانی در خاطرات همون روز می‌نویسه که محسن رضایی و محسن رفیق دوست پهلوی اون اومدن و اجازه تعقیب معترضان جلسه رو خواستن.
در خاطرات اول آذر 63 هاشمی هم ذکر شده که محسن رضایی با گلایه از تحرک مخالفانش در سپاه و کارشکنی در منطقه تهران خواهان برخورد خشنتر و تنبیه مخالفان شده. این درخواست پس از اون صورت میگیره که هاشمی رفسنجانی در خاطرات 25 آبان میگه تعدادی از پاسداران در استان کرمانشاه به رضایی اعتراض و اهانت میکنن. حمید داوود آبادی از مورخان جنگ ایران و عراق در نوشته به تاریخ 6 آبان 88 خاطره ای رو از اعتراض به محسن رضایی در پادگان ابوذر نزدیک سرپل ذهاب نقل میکنه. پادگان ابوذر محل استقرار تیپ نبی اکرم استان کرمانشاه بود، ولی در پاییز 63 جمعی از نیروهای تیپ 10 سیدالشهدا و لشکر 27 محمد رسول الله تهران هم در اونجا استقرار داشتند. داوود آبادی فضای پادگان بعد از اعتراضات سرپل ذهاب رو چنین توصیف میکنه: لندکروزهای حفاظت اطلاعات سپاه در پادگان چرخ میزدند و مثل فیلمهای سیاسی پلیسی هر کس را که قبلا شناسایی کرده بودند و اکثرا بچه های لشکر 10 بودند دستگیر کرده و با خود میبردند. به دستور مسئول تبلیغات عکسهای منتظری از اتاقها پایین کشیده شد. در ساختمان فرماندهی لشکر سیدالشهدا 6 ساعت جلسه بین محسن رضایی و مخالفین او بوده که کاظم رستگار جلوی محسن ایستاده. محسن هم همانجا جلوی همه گفته که تو منافق هستی و من میدهم به جرم نفاق دادگاهیت کنند. مجموعه این اعتراضات منجر به تشدید رایزنی برای ملاقات سپاهیان معترض با آیت الله خمینی میشه، اما چنین ملاقاتی صورت نمیگیره. در خاطرات 22 و 24 آذر 63 اکبر هاشمی رفسنجانی اومده چیزی که باعث ملاقات نکردن آقای خمینی با معترضین میشه مخالفت علی خامنه ای رئیس جمهور وقت بوده. محمد اسماعیل کوسری که بعد از وقایع 63 به مدت 16 سال فرماندهی لشکر 27 محمد رسول الله رو بر عهده میگیره، با تایید مخالفت رئیس جمهور وقت با ملاقات آیت الله خمینی و معترضان، میگه به همین علت بعضی از اونها با آقای خامنه ای دچار مشکل میشن. او در مصاحبه در 31 شهریور 94 هاشمی رفسنجانی رو هم به دو پهلو حرف زدن با سپاهیان معترض متهم میدونه. در چنین شرایطی که در 28 آذر 63 آقای خمینی تصمیم نهایی خودش رو میگیره و فضل‌الله محلاتی نماینده او در سپاه پیام رهبر خطاب به سپاهیان معترض رو میخونه در جمع فرماندهان و اعضای سپاه که در پادگان ولیعصر تهران جمع شدند. در پیام آیت الله خمینی تأکید میشه از این طور کارها که موجب تضعیف فرماندهی میشود که آنها از حشمتی که دارند بیفتند دست بردارید. ما امروز هیچ یک از افرادی که در رأس امور هستند را امکان ندارد که برداریم و آنها همین طور خواهند ماند. با هیاهو آقای محسن و آقای رفیق دوست برداشته نمی شوند. اگر ما یک مقام را برداریم، ما را تضعیف می کنند و این به نفع مملکت ما نیست. سپس پیام آقای خمینی لحن تهدیدآمیز می گیره. من سفارش شما را با آقایان کردم که با شما مدارا کنند. اگر افرادی بعد از این پیام دست بر نداشتند و باز بخواهند به اختلافات دامن بزنند، به من اطلاع دهید. آنها تکلیف دیگری دارند. اگر من بدانم بعد از این پیام کاری کنند، به عنوان مخالف اسلام تلقی و معرفی می کنم. با پیام رهبر وقت، طبیعتاً اعتراضات به فرماندهی سپاه حداقل در سطحی که در ماه‌های قبل جریان داشته به پایان می رسه. تکلیف سپاهیان معترض هم عملاً روشن می شه. معترضانی که در نوار صداشون رو شنیدیم یا اسامیشون مورد اشاره قرار میگیره، در واقع سرنوشت‌های عجیبی پیدا میکنن. از میون معترضای قابل شناسایی دو نفر، یعنی اکبر گنجی و منصور کوچک محسنی، هنوز زنده هستن. گنجی بعد از صدور پیام آیت الله خمینی کلن از سپاه بیرون میاد. او که از حامیان آیت الله منتظریه، در دوران رهبری آقای خامنه‌ای به منتقد شدید حکومت ایران تبدیل میشه. اکبر گنجی در سالهای 76 و 79 در دو نوبت جداگانه به زندان میفته که دومی 6 سال طول میکشه و بعد از کشور مهاجرت میکنه. منصور کوچک محسنی هم پس از ماجراهای سال 63 به طور کلی به حاشیه رونده میشه. این فرمانده سابق در ادامه جنگ به عنوان نیروی داوطلب ساده به جبهه میره. کوچک محسنی در سال 71 به خاطر حمایت از آیت الله منتظری دستگیر میشه و برای مدتی به زندان میفته. اما جنگ زندگی اغلب سپاهیان معترضی که در نوار جلسه 5 آذر 63 مورد اشاره دیگران قرار می‌گیرن رو به پایان می‌بره.
عده‌ای از منتقدان سال 63 پس از فرمان 28 آذر آقای خمینی از نظر او تبعیت می‌کنند، ولی از سمت‌های خود کنار می‌رند. معروف‌ترین این افراد عبارتند از حسن بهمنی که در نوار صدا شنیده میشه، کاظم نجفی رستگار که در نوار صحبت نمی‌کنه ولی در اعتراضات 63 نقش کلیدی داره، و ناصر شیری مربی تاکتیک پادگان امام حسین تهران. اکبر گنجی از جلسه ای روایت میکنه که پس از پیام آیت الله خمینی بین تعدادی از معترضان برگزار میشه. بعد از این رخدادها و خالی کردن پشت ما توسط همه، در یک جلسه چند نفره با دوستان بزرگمون قرار شد تصمیم گیری بکنیم. خب استادن در اون زمان در شرایط جنگ دیگه معنا نداشت. من گفتم به دوستان که از سپاه میرم و رفتم. برادران عزیزمان شهید بهمنی و شهید رستگار گفتن ما راهی جز مرگ و شهادت نداریم، به جبهه میریم و در عملیات بعدی حتما کشته میشیم. البته تعابیری به کار بردند که من به خاطر جریح دار نکردن احساسات خانواده های اون دو بزرگوار از تکرار اونها معذورم. رستگار، بهمنی و شیری در عملیات بدر به عنوان بسیجی های ساده لشکر 31 آشورا شرکت می کنن که هدایتش رو یکی از مشهورترین فرماندهان جنگ مهدی باکری بر عهده داره. هر سه اونها در 25 اسفند 63 کشته میشن. جنازه دو نفرشون، حسن بهمنی و ناصر شیری، در شرق رودخانه دجله پیدا میشه. اما بقایای کاظم رستگار رو 13 سال بعد پیدا میکنن. با شکست عملیات بدر، قایق حامل مهدی باکری هدف آتش عراقی ها قرار میگیره و باکری به رودخانه دجله میفته. جنازه او هنوز پیدا نشده. محل ناپدید شدن این فرمانده با مکان کشته شدن برادرش حمید باکری و همینطور محمد ابراهیم همت در جریان عملیات قبلی یعنی خیبر فاصله زیادی نداره. علی موحد دانش که حسن بهمنی در جلسه 5000 از منزوی شدنش سخن میگه، قبل از بهمنی و رستگار و شیری اما به شیوه مشابه انتقاد خودش رو به فرمانده ها نشون داده بود. او پس از کنارگیری از فرماندهی به عنوان بسیجی به جبهه میره و در 13 مرداد 62 در عملیات والفجر 2 کشته میشه. احمد متوسلیان فرمانده دیگه‌ایه که در جلسه 5000 منزوی شدنش مورد انتقاد قرار میگیره. متوسلیان در 14 تیر 61 در لبنان روبوده و احتمالاً کشته میشه. هرچند موضع رسمی حکومت تا کنون این بوده که او هنوز زنده است. سرانجام داوود کریمی که در نوار جلسه به برخورد مدیریت سپاه با او هم اعتراض میشه، از فرماندهان سابقی که در سال 63 دیگه هیچ سمتی نداره. او در عملیات والفجر 8 به عنوان یک داوطلب معمولی به فاو میره و بر اثر حمله عراقی ها شیمیایی میشه. کریمی به خاطر حمایت از آقای منتظری در زمان رهبری آقای خامنه‌ای به زندان میفته. داوود کریمی طرفدار جدی آیت الله منتظری بود. در دوران انزوا نیز برای آیت الله منتظری فعالیت میکرد. به عنوان مثال به مسجد میدان حسن آباد تهران میومد و در میون هزار اطلاعهای آیت الله منتظری رو به صورت علنی توضیح میکردش. وقتی اونو بازداشت کردند و زندانی کردند، بسیار در حقش ناجوانمردی به خرج دادن، از جمله اینکه در غذای او مسهل می‌ریختن تا در سلول انفرادی لباسش رو آلوده بکنه. سپس بازجویانش می‌آمدن و مسخره‌اش می‌کردن که وضعیت فرمانده رو ببین چطوری شده. اینها رو اون عزیز خودش برای من شخصا تعریف کرد. داوود کریمی از دی 71 تا خرداد 72 در حبس می‌مونه و پس از آزادی در کارگاه قالب سازیش در جنوب تهران کار میکنه. نهایتاً در 15 شهریور 83 زندگی او هم بر اثر عوارض باقی مونده از مسمومیت شیمیایی به پایان میرسه. داوود
داستان سپاهیان معترض به فرماندهی جنگ تنها یکی از فصل‌های ناگفته اونه که نهادهای حکومتی ایران در طول 3-4 دهه گذشته به دقت از افکار عمومی مخفی نگه داشتن، تا ترکیبی از سانسور رسمی و مرعوب کردن شاهدان غیر خودی از یک طرف و مرگ شاهدان دیگه و پا به سنگ گذاشتن بقیه اونها از طرف دیگه به تدریج بسیاری از اطلاعات کلیدی جنگ رو از تاریخ معاصر ایران محو کنه. رویه‌ای که در مورد جلسه 5 آذر 63 هم با طرح هشداری صریح از طرف محسن رضایی به جریان میفته. برادرانی که اگر احیانا ذاتی چیزی همراهشون است غیر از این کسانی که در صفا مسئولیت دارن، این رو معذرت کنن که هیچ کسی حق نداره نوار سوالی که برادران میکنن یا جوابی که داده میشه، و یا اگر بعضی وقتا یه برادری ممکنه حرفی بزنه این مسئله نباید مطرح بشه. ما علیرغم اینکه الان داریم با هم خودمون صحبت میکنیم، این خودمونی باید در همین خانواده خودمون باقی بمونه، به این طور نشه که فردا ضد انقلاب و در بین خارج از کشور مطرح بکنن که اوضاع ارگانهای انقلابی به هم ریخته، اینا به جون همدیگه افتادن. و این رو من به همه برادرها توصیه میکنم، هم مسئولیت شرعی دارید هم مسئولیت قانونی دارید، مواظب باشید که کسی نوار چیزی به بیرون نبره. طرح چنین هشداری البته شاید در دوران جنگ چندان غیرمنتظره نبوده، ولی با گذشت چند دهه از پایان جنگ نه تنها کماکان این سند تاریخی منتشر نشده، که چهره‌های حکومتی گویی با اطمینان از در دسترس نبودن اون تقریبا هر چه دوست داشتن رو در مورد وقایع پاییز 63 تعریف کردند. این روش آشنا رو راویان متصل به قدرت در عمل در خصوص طیف وسیعی از وقایع کلیدی جنگ به کار بستند، وقایعی که حکومت اطلاع شهروندان از اونها رو به دلایل کم و بیش واضح غیر ضروری یا مضر تشخیص داده. We'll be right back.